شما خواهم بود. سخنان هفته گذشته من واکنش های فراوانی رو به دنبال داشته. بیشتر واکنش ها واکنش های پشتیبانانه و یا بر روی پر از ستایش بوده که البته سپاسگزار هستم، و برخی از واکنش ها هم واکنش های بسیار تند و انتقادی. اجازه بدهید که پیش از پاسخ دادن یا برخورد به این واکنش ها و یا ادامه دادن گفتگوی هفته گذشته به چند نکته اشاره کنم که لازم است که به اونها پرداخته بشود. نخست این است که در هفته گذشته من واگفته ای رو از آقای علی شریعتی در این برنامه برای شما خواندم و ایمیل های زیادی دریافت کردم که این واگفته از کجاست و نکند که این رو من با سیریشم از جاهای گوناگون به هم چسباندم و زمینه تاریخی اون رو بیان نکردم و از این رو برداشت نادرستی به همیهنان درباره دیدگاه های آقای علی شریعتی دادم. راستی این است که علی شریعتی برخلاف اون پنداری که در اندیشه بسیاری از روشنفکران ایرانی پیش از انقلاب و پس از انقلاب هم وجود می داشته، یک نظریه پرداز با پسگراست، یک نظریه پرداز پیشرو به شمار نمی آید، اگرچه هوادار پیدایش دولت دینی بدون آخوند بود یا اصلا دین رو بدون آخوند میخواست. هر کسی که به آخوند نقد بکنه پیشرو نیست. امروز سازمان مجاهدین و دیدگاه های آقای رجبی هم یک جامعه بدون آخوند میخواهد، ولی اگر کسی گمان کند که دولتی که آقای رجبی و مریم رجبی بر بلندای آن باشند بهتر از حکومت کنون ایران خواهد بود، خب باز هم چشم بر سراب داره. آقای شریعتی در این زمینه‌ها بسیار گفتند و در دورانی که بیشتر مخالفان رژیم گذشته ایران تنها مخالفت رو معیار می‌گرفتند، سخنان تند و تیز و زبان بسیار توانای آقای شریعتی به دل اونها می‌نشست و این است که دشوار است برای بسیاری بپذیرند که این نکاتی که یا این واگفته‌ای که من از یکی از کتاب‌های ایشان خواندم بیان دیدگاه های آقای علی شریعتی است. چند تن از پژوهشگران از جمله آقای پرویز دستمالچی که من دو هفته پیش میهمان ایشان بودم درباره دیدگاه های آقای شریعتی بسیار نوشتند و من شما رو رجوع میدهم به نوشته های ایشان. اما برای اینکه هیچ تردیدی در این زمینه باقی نگذاشته باشم، میگویم که آنچه که در این برنامه خواندم و دوباره بخشای از اون رو اینجا برای شما خواهم خواند از مجموعه آثار جلد پنجم مجموعه آثار دکتر علی شریعتی است. در بخش بزرگی از آن آنچه که خواندم در برگ‌های 54 و 55 و اون بخش پایانی که درباره تندیس پیامبر که یک دست او شمشیر و دست دیگر او قرآن است، برگ 107 همان کتاب است. آقای شریعتی در این واگفته این گونه داوری کردند که این اندیشه، یعنی کسانی میگویند که مانند روشنفکران مسلمان که حتما همین روشنفکران مسلمان امروزی رو هم شامل میشود که برخی از اونها هنوز خود رو پیرو شریعتی میدانند، میگویند که روشنفکران مسلمان ما یا مسلمانان تازه روشنفکر ما هم خود را برای لیبرالیست ها و دموکرات های اومانیست لوس میکنند که اسلام از سلم است و سلم یعنی صلح و صلح هم یعنی همزیستی مسالمت آمیز. عجبا، اسلام صلح نیست، اسلام جنگ است. نباید از اتهام کشیش ها و استعمارگران و شبه روشن فکران آنها ترسید و جا زد. با بزک کردن و امروزی وانمود کردن اسلام کاری از پیش نمی رود. حقیقت را باید آنچنان که هست شناخت، نه آنچنان که میپسندند. جهاد را نباید دفاع توجیه کرد، دفاع احکام دیگری دارد و جهاد احکام دیگری. اسلام جنگ حق و باطل است، از آدم، از حضرت آدم تا انتهای تاریخ. و این نکته تازه‌ای نیست،
زنده یاد طالقانی هم که مردم ما همواره میکوشند ایشان رو یک شخصیت متفاوتی از آقای خمینی بنمایانند و چنین جلوه بدهند که ایشان اگر ایشان می بودند کار جمهوری اسلامی از این راه جلو نمی رفت، که البته من هم باور دارم که آقای طالقانی انسان کاملا متفاوتی از آقای خمینی بود، ولی ایشان هم در همین زمینه ها داوری کردند. این سخنان آقای طالقانی است که من از همون نوشته آقای دستمالچی برای شما می خوانم، البته مال آقای طالقانی است. می فرمایند که ایشون خیلی روشن می گویند که اسلام می گوید باید مانع را برطرف کرد، حق را به مردم اعلام کرد. اگر آنها هجوم کردند جنگ جنبه دفاعی پیدا می کند، وگرنه برای ابلاغ رسالت به عامه مردم است، چون این خدایی است. و اگر مزاحمت کردند، مانع ایجاد کردند، رفع مانع کردن لازم است. پس این دو جور جنگ است. ببینید، رفع مانع رو هم جنگ می دانند. یکی جنگ دفاعی است و دیگری جنگ مهاجمی، تهاجمی، جنگی برای گسترش دین. می گوید این دین برحق است و اگر به ما حمله کنند از خودمان دفاع خواهیم کرد، این یک نوع جهاد است. و اگر هم به ما حمله نکنند و مانعی برای گسترش دین ما که دین برحق است ایجاد بکنند، باز هم باید جهاد بکنیم و بجنگیم. بله، میگوید که بالاخره اگر این گونه برود جنگی در میگیرد و این جنگ بین حق و ناحق است. از این سخنان خیلی ها گفتند، موضوع تازه‌ای نیست. اشاره‌ای بود به آنچه که در برنامه گذشته با شما در میان نهادم. اما پس از برنامه هفته پیش من ایمیل های زیادی دریافت کردم. البته یکی دو ایمیل یا نامه های کناری هم هست که باید به اونها پاسخ بدم، از جمله عمیانه بسیار شاید شوخی هم از اصفهان با من تماس گرفتند و از من پرسیدند که شما شنیدند این رو که در میان سخنرانان و چهرهای برجسته سیاست در غرب یه چیزی در برابر خودشون دارن به نام تلپرامتر، که البته این در تلویزیون های ایرانی هم وجود داره، یعنی در صدای آمریکا، در بی بی سی، در همین تلویزیون اندیشه بسیاری از مجریان برنامه ها آنچه رو که باید با شما در میان بگذارند پیشتر می نویسند و در یک نیمچه تلویزیون مانندی که به اون تلپرامتر میگند، در بالای دوربینی که به اون نگاه می کنند یا پایین دوربینی که به اون نگاه می کنند از روی آن می خوانند و با خواندن آن با شما گفتگو می کنند. این یک کار بسیار پذیرفته شده در ژورنالیسم است و حتی در میان سیاستمداران هم، خود آقای اوباما یا سیاستمداران اروپایی هم اگر از روی نوشته نخوانند از روی همین تلپرامتر با نگاه کردن به دوربین و در واقع خواندن آن چیزی که خودشان نوشتند یا همکارانشون برای اونها نوشتند با شما گفتگو میکنند. من هم که به برنامه‌های تلویزیونی مانند بی بی سی یا سی ان ان یا صدای آمریکا رفتم، میدانم که در اونجا هم کمتر کسی است که بدون تلپرامتر با مردم سخن بگوید. اگر هم تلپرامتر نداشته باشند یک گوشی در گوششون هست که کارگردان برنامه با اونها سخن میگه. این البته کار بسیار نیکی است. شوربختا که من دارای چنین امکاناتی نیستم، یعنی آنچرا هم که من کارگردان برنامه میخوانم، آقای مشکینیار در این برنامه ایشان در واقع تنظیم کننده برنامه هستند و مثلا آهنگ میانی برنامه را انتخاب میکنند، ولی در گزینش محتوای برنامه همکاری با من ندارند و من هم از ایشان نخواستم که همکاری داشته باشند. این است که در پاسخ به این هم میهن شیرین زبان یا شیرین قلم اصفهانی باید بگویم که خیر، آنچه که من با شما در میان میگذارم یا از روی یادداشتهایی است که اینجا در برابر من خودم نهادم و یا از روی آن چیزی است که به یاد میآورم و دوربینی با تلپرامتر در جلوی من نیست. ای کاش که چنین امکانی وجود می داشت. چیزی هم در گوش من کسی از راه دور بیان نمی کند و البته اگر همچنین باشد این کار نادرستی نیست.
همکاری هم در این زمینه ندارم و دوستان زیادی دارم که در تماس با من هستن، اما این برنامه برنامه خود من هست. خب اینها رو گفتم، برویم سر پاسخ به نقد هایی که نسبت به برنامه گذشته من روی داده. سخن اصلی در این است که خورده گرفتند که چگونه است که شما رفتار جمهوری اسلامی رو با رفتار داعشی مقایسه کرده اید و گفته اید که ولایت و فقاهت برادران یا خواهران دو قلو هستند، دو روی سکه هستند، از یک جنس می باشند، هیچ تفاوت اساسی میان اونها وجود ندارد. چگونه به خودتون اجازه می دهید که از روشنفکری مانند شریعتی واگفته ای رو بخوانید و این گونه داوری کنید که دیدگاه های رهبران داعشی هم مانند آقای شریعتی است؟ چرا چنین سخنی از سوی شما در این تلویزیون در برابر مردم ایران قرار می گیرد؟ در پاسخ به این خردگیران نخست باید بگویم که هیچ کس نمیتواند پس از 30 سال، ده ها کتاب و صد ها نوشتار در پاسداری از فرهنگ ایران من رو متهم به این بکنه که ذره‌ای در وفاداری به سربلندی ایران یا تمامیت ارضی ایران، یک پارچگی ایران و پیشرفت ایران و دموکراسی در ایران تردید دارم. هیچ کس نمیتواند من رو متهم به این بکند که بر این باورم که تاریخ ایران و تاریخ عربستان و تاریخ عراق یکیست. کسانی که با کارهای من آشنا هستند میدانند که بند وجود من مهر ایران درش وجود دارد و این رو در کارهای خودم نشان دادم و حتی متهم شدم به ناسیونالیست بودم، که البته من اصلا با این واژه سر سازگاری ندارم. من میهن دوست هستم، نه میهن پرست. اصلا پرستش هیچ چیزی رو کار زیبایی نمیدانم. این است که این خردگیران باید این رو دریابند که نقد من به حکومت جمهوری اسلامی از سر دلسوزی و مهر به ایران است، نه دشمنی با ایران. من مانند برخی از این برنامه سازان تلویزیونی و رسانه هایی نیستم که پولکی از دولت عربستان یا اسرائیل یا جای دیگر گرفته باشند و برای خوشرخصی که برای اونها خوشرخصی بکنند یا به خاطر منافع اونها سخنی به میان بیاورند. کسانی که من رو میشناسند نیک میدانند که از همان آغاز بازگشتم به خارج از ایران مخالف سرسخت دخالت نظامی دولت‌های غربی در ایران بودم، مخالف دخالت نظامی ایالات متحده آمریکا در عراق هم بودم. در دور دوم، دور اول یک موضوع خیلی روشنی بود در بیرون راندن عراق از کویت، ولی در جنگ دومی که به دخالت نظامی ایالات متحده آمریکا در عراق انجامید و دولت صدام حسین رو برانداخت و دیگر دخالت‌هایی که غربی‌ها در دگرگون کردن دولت‌های خودکامه مانند سوریه، به هم ریختن دولت سوریه، کشور سوریه و در لیبی انجام دادن، از مخالفان سرسخت و آشکار و روشن چنین رفتارهایی بودم و هرگز هم حاضر نیستم که از یک پروژه دخالت نظامی برای تغییر نظام سیاسی ایران پشتیبانی بکنم و بر این باور هستم که دخالت نظامی دموکراسی به بار نخواهد آورد و ما آزمون افغانستان، آزمون عراق، آزمون سوریه، امروز آزمون یمن و از همه اینها بدتر سوریه و لیبی رو در پیش روی خودمون داریم و خیلی از کسانی که امروز دخالت نظامی دولت‌های غربی رو در سوریه و لیبی محکوم می‌کنن زمانی از اون پشتیبانی می‌کردن. بنابراین این مقایسه میان رفتار دولت جمهوری اسلامی و رفتار دولت خلافت اسلامی یا داعش از سر ستیز با ایران نیست، از سر مهر ایران است. دلسوزی من از این است که در کشور ما در 37 سال گذشته یک حکومت دینی با همین نمونه های استدلالی که آوردم شرایطی رو ایجاد کرده که در واقع جنگ با غیر شیعی رو در خاورمیانه گسترش داده. نگاه کنید از این فرصت تاریخی که برای ایران پدیدار شد که نفوذ خودش رو در آسیای مرکزی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی گسترش دهد، چگونه بهره برداری نابجایی کردند. به جای گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ایران
تصور کردند که باید شیعیگری رو در جمهوری آذربایجان و در قزاقستان و ازبکستان و ترکمنستان گسترش بدهند و موضوع اساسی منافع ملی ایران گسترش آیین شیعی است و به همین دلیل هم با شکست روبرو شدند و به انزوا کشید کار اونها. نگاه کنید از این فرصت تاریخی که به دلیل اشتباه دولت ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی در دخالت نظامی در عراق برای ایران به وجود آمد که دامنه نفوذ خودش رو گسترش بدهد در افغانستان، در عراق، چه بهره برداری کردند؟ به جای بهره برداری درست فرهنگی و سیاسی و به جای کوشش در ایجاد ثبات در پیرامون ایران و جلب نیروهایی که می توانند از منافع ملی ایران پشتیبانی بکنند، از گروه های مذهبی تندرویی که در سودای گسترش آیین شیعی بودند پشتیبانی کردند. نگاه کنید رفتاری که ایران در لبنان در پیش گرفته. به جای پشتیبانی و پاسداری از یک پارچگی لبنان، پیشرفت لبنان، جلوگیری از جنگ داخلی در این لبنان، از گروه های پشتیبانی کردند که گروه های شیعه تندرو بودند، کارهای تروریستی می کردند و تصور اونها این بوده که با گسترش شیعیگری در لبنان منافع ملی ایران به دست خواهد آمد. گویا منافع ملی ما با دینی که 500 سال پیش از سوی طوایف و قبایل قزلباش بر کشور ما تحمیل شده، از این راه میتواند به دست بیاید. میپذیرم آیین بیشتر مردم ایران، باور بیشتر مردم ایران آیین شیعی است، ولی چرا باید یک آیین مذهبی منافع ملی ما رو تعیین بکنه؟ چرا باید منافع ملی ما در گسترش یک مذهب و برانگیختن دشمنی با مذاهب و دینهای دیگر باشه؟ این رفتاری است که در 37 سال گذشته چشم اسفندیار و در این حال چراغ مقابل جمهوری اسلامی بوده. در تمام این 37 سال، از همون آغاز انقلاب 57، پیام آیت الله خمینی انقلاب در کشورهای پیرامون ایران بود. پیام ایشان این بود که به زودی قدس رو هم آزاد خواهند کرد، یعنی اسرائیل رو از بین خواهند برد، و تا به امروز هم از میان بردن اسرائیل بخشی از مرام و برنامه و روش رهبران جمهوری اسلامی است. چرا دعوای میان فلسطینی ها و اسرائیل، اعراب اسرائیل، باید در کانون منافع ملی ایران قرار بگیره؟ چه بهره‌ای تا به امروز فلسطینی ها به ایران رساندند؟ مگر نه این است که گروه های فلسطینی تقریبا یک پارچه در جنگ ایران و عراق جانب صدام رو گرفتند؟ در همین کشاکش میان عربستان و ایران بنگرید که دولت آقای محمود عباس چه موضعی گرفته، از عربستان دفاع کرده. چرا باید دعوای فلسطین، غزه و اسرائیل در کانون چالش منافع ملی ایران قرار بگیره؟ به کجای منافع ملی ایران پیوند پیدا میکنه که اسرائیل از نقشه جهان حذف بشود؟ برعکس، اسرائیل میتواند یک متحد طبیعی ایران باشد. چرا باید با اسرائیل دشمنی کرد؟ میتوان با سیاست های اسرائیل مخالفت داشت، میتوان به نقد کشید سیاست تندروهای به ویژه اسرائیل رو در مخالفت با ایجاد دو دولت، و اینها بخشی از یک چالش بزرگ سیاسی است. اما چرا باید از همان فردای انقلاب 57 بر پایه دستور آیت الله خمینی، پیام آیت الله خمینی، آزاد کردن قدس، گرفتن اسرائیل و از میان بردن اسرائیل بخش اساسی سیاست خارجی ایران باشد؟ چرا باید جنگ کردن با صدام حسین و کوشش در برانداختن صدام حسین که به جنگ ایران و عراق انجامید؟ این رو میپذیرم که عراق بود که به ایران حمله کرد، ولی از بیم و حراس این که چه بسا آیت الله خمینی اکثریت شیعه عراق رو برانگیزه برای انقلاب اسلامی در اون کشور، و در این سودا هم بودند، نه اینکه فکر کنید نبودند. صدام پیش دستی کرد، 1 میلیون ایرانی کشته شدند، چند میلیون آواره و زخمی و علیل شدند. کشور ما به ویژه در زمینه صنعت نفت زیانهای بسیار کلانی دید. چه چیزی، چه پیامدی برای ما این جنگ عملا مذهبی در پیش داشت؟ به خاک ما افسود، نفوذ ما رو گسترش داد، منافع اقتصادی ایران رو بیشتر کرد، تواناتر کرد کشور ایران رو؟ نه،
چه منفعتی در این وجود دارد که ایران در جنگ داخلی سوریه دخالت بکند؟ چه سودی برای ایران است که در جنگ داخلی عراق ما جانبداری از گروه های مسلح شیعی بکنیم؟ من میپذیرم اگر داعش خطری برای ایران به شمار بیاید و بخواهد به مرزهای ایران، به حریم امنیت ایران تجاوز بکنه، ایران باید یک پارچه در برابر اون بیسته و ما باید از چنین کوششی پشتیبانی بکنیم. ولی راستی این است که چنین نبوده. راستی این است که ایران در تحریک دولت مرکزی عراق برای از میان بردن نفوذ اهل سنت در اون کشور فعال و کوشا بوده. همین کار رو در لبنان انجام دادن، در سوریه انجام دادن. این است که من میگویم رفتار دولت جمهوری اسلامی با رفتار دولت اسلامی همسو و همسان است. میزان جنایت مورد بحث نیست که کسانی برای من آمار فرستادن که ببینید در ایران این شمار رو کشتن و داعشی ها تا به امروز این شمار رو. چه تفاوتی میانه 10,000 قربانی و 50,000 قربانی است؟ چه تفاوت بنیادی و محتوایی وجود دارد؟ مگر جنایت بر پایه میزان آن سنجیده می شود؟ اینکه 10,000 نفر در دوران جمهوری اسلامی که به مراتب بیش از این بوده کشته شده باشند و یا 30,000 نفر از سوی داعشی ها کشته شده باشند، تفاوت بنیادی و ماهیتی در رفتار این دو نهاد ایجاد نمی کنه. هر دو برای گسترش به اعتبار خودشون حق علیه باطل می جنگند. این است که من این دو رو با هم همسو می دانم، برادران یا خواهران دو قلو می شمارم، دو روی یک سکه می دانم. هیچ تفاوت بنیادی میان خلافت و ولایت نیست. ولایت می گوید رهبر دولت جمهوری اسلامی به اعتبار پیامی که از امام ناپیدا دریافت می کند، به اعتبار یک فرمان الهی، به اعتباری که معلوم نیست از کجا آمده، او در واقع نماینده امام ناپیدا و خدا در زمین است و امر او بر همه چیره است و اجرای امر او بر مسلمانان واجب. البغدادی هم جز این نمی گوید. می گوید ما برای گسترش اسلام در سرتاسر جهان می جنگیم. اگر ایران در آغاز کار به دنبال گرفتن قدس بوده، البغدادی به دنبال گرفتن عراق و سپس جنگ با ایران است. تفاوت بنیادی میان رفتار و روش نگاه این دو جریان وجود نمی داره. تنها تفاوتی که شاید وجود داشته باشد در این است که یکی در یک کشور بسیار پیشرفته تر از سوریه و عراق مانند ایران، کشوری از نظر تاریخی پیشرفته تر، از نظر فرهنگی پیشرفته تر، از نظر اقتصادی در دورانی که انقلاب 57 انجام شد پیشرفته تر از عراق و سوریه، یکی در اینجا شکل گرفته و در نتیجه با مظاهر شهری و مظاهر مدرنتر و مظاهر امروزیتر ظاهر می شود و دیگری در جنگ بیابانهای سوریه و عراق شکل گرفته و بنابراین جنبه های خونریزانه تری به خودش گرفته. تفاوت بنیادی میان این دو پیام نیست. هر دوی اینها حکومت دینی میخواهند. یکی حکومت دینی که با آموزش های سلفی و وهابی همراه است و دیگری حکومت دینی که با آموزش های شیعی و فقه جعفری. هر دوی اینها نگاهشان به دنیاداری و کشورداری از چشمانداز تنگ دینی است، نه از مصلحت اجتماعی، نه از نقطه نظر اینکه چه چیزی برای جامعه بهتر است، نه از نقطه نظر مدرن سازی جامعه ایران، نه از نقطه نظر پیوستن ایران به کاروان پیشرفت و توسعه جامعه بشری. از این نقطه نظر که منافع دین، منافع آیین شیعی در ایران و منافع آیین وهابی و سلفی و اهل سنت در میان داعشی ها چگونه تأمین می شود. هر دوی اینها ایدئولوژی دینی رو، جهانبینی دینی رو در چشمانداز بنیادین نگاه خودشون، در چشمانداز ساختن جامعه می دانند، می نشانند و می گویند که از این چشمانداز ما می خواهیم کشور بسازیم. همه چیز فدای باورهای دینی است. امروز می خواندم تنها برای اینکه به شما نشان بدهم
ببینید، خرافات در جامعه بشری همیشه وجود داره، ولی خرافاتی که دولتی بشود، افرادی که در بلندترین جایگاه های حکومتی یا مورد پشتیبانی حکومت هستند، از این نوع حرف ها رو در برابر مردم بنهند، نشان میدهد که هیچ تفاوتی میان این نوع نگرش واپسمانده با نگرش واپسمانده و خونریزانه داعشی نیست. یکی در کشوری مانند ایران با این تاریخ و فرهنگ سر بلند کرده و دیگری در سرزمین بخش بیابانی عراق و بخش‌های سوریه، و از این لحاظ با هم متفاوت هستند، ولی تفاوت بنیادی در میان اونها نیست. این آقای روح الله قرهی که مدیر حوزه علمیه امام مهدی است، گفته که انقلاب اسلامی تا 50 سال دیگه به پایان میرسه، یعنی 23 سال دیگر امام ناپیدا ظاهر خواهد شد و از حالا تا اون موقع امت مسلمان ایران کار زیادی نباید بکنه، باید خودش رو آماده بکنه برای پیروی تا بیاد. و چون آیت الله خامنه ای و اگر همیشان در بگذره ولی فقیه بعدی نماینده امام زمان در زمین است، تبعیت از او تمرینی است برای ظهور امام زمان. مردک، تو از کجا میدانی 23 سال دیگر امام زمان ظهور خواهد کرد؟ 1200 سال پیش ایشان ناپیدا شدند. شما از کجا آگاهی به شما رسیده؟ کی به شما تلگراف زده که با چنین قدرت و صلابت و قاطعیتی به مردم میگویید که نه 21 سال 23 سال دیگر در آغاز سال 1400 خورشیدی امام پیدا خواهد شد و از حالا تا اون موقع کاری ما نباید بکنیم، بهای نفت 30 دلار بشود مهم نیست، اقتصاد کشور ورشکست بشود مهم نیست، 50% جوانان ایران بیکار باشند مهم نیست، فساد سر بلند کنند مهم نیست. البته مهم هم هست، چون گفتن امام زمان هنگامی پدیدار می شود که فساد و تباهی به اوج برسد، بنابراین آگاهانه دارند فساد و تباهی رو در جامعه رشد میدن تا برگشتن امام زمان رو شتابان کنند. خب ببینید، اینها در کانون اندیشه های فرمان روایی در کشور ما نشسته. ما زمانی خواجه نظام الملک و خواجه نصیرالدین طوسی و بزرگانی از این دست داشتیم در فرمان روایی. در همین دوران جدید از امیر کبیر و مشیر دوله و سپه سالار و قائم مقام ها و ده ها نام بزرگ در دوران مشروطه به این سوی داشتیم. آدم هایی داشتیم مانند زنده یاد محمد مصدق، آدم هایی داشتیم که اینها جامعه ایران رو تکان دادند، از اون تنگنای واپسماندگی دریچه گشودند که ایران بتواند به دنیای پیشرفته گام بگذارد و ایران رو مدرن کردند. گام های ارزشمندی در این سالها برای پیشرفت ایران برداشته شده. به جای اون بدنه بسیار بسیار تنومند تاریخی که در اختیار ما هست، اون گستره اندیشه‌ای که در اختیار ما هست، اون تاریخی که به ما به ارث رسیده، ما اینک وارث اندیشه های حکومتی هستیم که یکی از سخنگویانش میگوید که زیاد وقت تلف نکنید برای پیشرفت جامعه، کوشش نکنید که جاده بکشید و شهر بسازید و روستاها را آباد کنید و موقعیت ایران رو در جهان گسترش بدهید، 23 سال دیگر صبر کنید، امام زمان پیدا میشوند و به قدرت شمشیرشون انقدر خون به پا خواهند کرد که تا پایین زانوی اسبشون یا زانوی خودشون که رو اسب نشستند خون جاری خواهد بود. و تازه از ایران هم بلند نمیشن، از مکه بلند میشن. خب این نوع سخنان رو در سده 21، در هنگامی که درآمد نفت ایران به 1/3 رسیده و اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی است و ایران چه بسا در آستانه جنگ با عربستان قرار داده باشه، آدم هایی می آیند و در اختیار مردم قرار می دهند و بعد کسانی می آیند و برای من می نویسند که آقای امینی، ایران رو چرا با عربستان مقایسه می کنید؟ من ایران رو با عربستان مقایسه نمی کنم. من یک روشن فکر آزادی خواه ایرانی هستم و از این چشمنداز دل مشغولی من
توسعه اجتماعی ایران دموکراسی، پیشرفت و سربلندی ایران است. در این چارچوب نه من سربلندی میبینم، نه افتخاری و نه پیشرفتی. و این است که من نمیخواهم اینجا بنشینم و بگویم که کجای اقتصاد عربستان، کجای سیاست عربستان پستر و فرومایه تر و پیشرفته تر و جلوتر از ایران است. من میخواهم ببینم که چگونه میتوان اوضاع کنونی ایران را دگرگون کرد. و این است که در برخورد و نقد به این جنگ افروزی میان ایران و عربستان، ضمن نقد به عربستان، انگشت اتهام به سوی همین حکومتی دراز میکنم که یک بار با گرفتن سفارت ایالات متحده آمریکا یک جنگ 35 ساله‌ای رو با دنیای غرب آغاز کرد که هنوز تاوان آن را میدهد. و اینک با این ماجراجویی که حالا میگویند دست اسرائیل بوده، این چه حکومتی است که نتوانسته جلوی جاسوسان اسرائیلی در گرفتن سفارت و کنسولگری در دو شهر بگیرد؟ اون هم هنگامی که داشتن تابلو توی خیابان میزدند و اسم عوض میکردند و مامورین جلوی اونها بودند. این افسانه ها رو که بگذاریم، باید متهم کرد که این حکومت با ماجراجویی های تاریخی خودش ماندگاری ایران رو به خطر انداخته. فراموش نکنید آخوندها در درازای تاریخ چندین بار بخشهایی از ایران رو به دلیل ماجراجویی های خودشون از دست دادن. پیمان ترکمانچای دست پرورده فتوای روحانیون شیعی بوده. اونها بودند که فتح علی شاه رو برانگیختن به جنگ دوم با روسیه، هنگامی که خود روسها میخواستن با ایران کنار بیایند. و هنگامی که روسها اولین توپ رو در کردند، همین آخوندها فرار کردند و معلوم نیست به کجا رفتند. و یکی از اونها میرفتاح رفت و تقاضا کرد گوسفند و گاو در مقابل پاسکوویچ کشتند، سردار روس، و تقاضا کردند که خود بخواندند به نام نیکولای امپراتور روس و خواستند که این آذربایجان رو هم بخشی کنند از پیمان ترکمانچای، به جنوب عرس هم نگاهی بکنند. ما این تاریخ رو داریم و امروز هم میبینیم که با جنگ افروزی و ماجراجویی منافع ملی ما به خطر افتاده. اجازه بدهید که پوزش میخواهم اگر اندکی دچار احساسات شدم. البته احساسات در راه خوب چیز بدی هم نیست و من هنگامی که هرگاه که به شوربختی جامعه خود و گرفتاری های ایران میاندیشم دچار چنین احساسی میشوم. کوشش میکنم اون رو در برنامه ها از شما پنهان کنم و تنها از راه منطق و استدلال و خرد با شما گفتگو کنم. ولی بر روی من هم مانند هر انسان دیگری با دیدن شرایطی که بر کشور ما میگذرد نمیتوانم که گاه دچار احساس نشوم و فراموش کنم که در این 37 سال با این پروژه ایدئولوژیک چه ویرانی های ماندگاری برای کشور ما به وجود آمده. این که میگویم ویرانی های ماندگار، از این روز که پاره از رفتارهای بد فرمان روایان، اگرچه ممکن است به خونریزی و کشتار و ویرانی گروهی از مردم و بخشی از یک کشور بیانجامه، جبران شدنی است. هنگامی که صمدخان مراغه‌ای در دوران انقلاب مشروطه آن جنایات رو علیه مشروطه خواهان کرد و بارها به تبریز لشکر کشید و بسیاری رو کشت و در خود مراغه هم آزادی خواهان رو دستور میداد دو شقه بکنند، هنگامی که سرانجام شکست خورد و با قوای روس به قفقاز گریخت، پیامد جنایات صمدخان مراغه‌ای چند دهه پس از آن به یاد کسی دیگر نمانده بود. تبریز به جای خودش باقی ماند، مراغه به جای خودش باقی ماند، انقلاب مشروطه و دستاوردهای اون تا حدودی به ایران بازگشت و کشور ما روی هم رفته در شاهراه توسعه اجتماعی و مدرن سازی گام برداشت. و به نظر می رسید که دیگر سر و کله صمدخان مراغه‌ای و شجاع الدوله بهش می گفتند، برعکس نهند نام زنگی کافور، این شجاع الدوله و دیگران سران مرند، عشایر مرند و قراسوران و دیگر عشایری که در آذربایجان سران عشایری که جنایات می کردند، به نظر می رسید که دیگر در 30 سال 35 سال پس از انقلاب مشروطه دورانشون به پایان رسیده و
عشایر ایران هم بخشی از بافت جامعه در حال توسعه ایران شده بودند و هم امروز هم هستند، تا اینکه ما به انقلاب 57 رسیدیم. پدیده‌ای در کشور ما به وجود آمد که میگفت این مدرن سازی کشور ما، مدرنیته در ایران، یک پدیده تبهکارانه، یک پدیده استعماری است و باید کشور رو بر پایه منافع ملی اسلامی ساخت. ما کشوری هستیم اسلامی و باید ایران رو از نو، نه بر پایه مدل مشروطه که کپی برداری از مدل دموکراسی غربی بوده و قانون اساسی که میگفتند کپی قانون اساسی بلژیک است که دروغی بیش نیست و این رو با شوربختی باید گفت که برخی از به اصطلاح هواداران مشروطه هم پشتیبان ازش یاد میکنند. قانون اساسی ایران بر پایه قوانین اساسی 6 کشور و همچنین داوری های مستقل حقوقدانان ایرانی نوشته شده بر رو میگفتن همه این انقلاب مشروطه و دستاوردهای اون سرتاپا انگلیسی و فرانسوی و آمریکایی است و نتیجه اون دولت پهلوی بوده که تا مغز استخوان وابسته به بیگانگان است و باید از این دوری جست و کشوری ساخت، نه شرقی نه غربی، ارتجاعی در واقع. این کار رو کردم. از یاران نزدیک کسروی این گونه بازگو شده که در یک نشستی گفته بوده که ما یک دولت به این آخوندها بدهکار هستیم. این سخن اگرچه من در جایی سندی دربارش ندیدم جز همین واگفته‌ای که از یکی از یاران نزدیک کسروی است و باز یکی از پشتیبانان کسروی اون رو بازگو کرده و دلیلی هم برای نداره که نادرست بگوید، با سبک سخنان کسروی میخواند. و راستی هم این است که ما این وام رو به آخوندها دادیم، یعنی آخوندها آمدند و انقلاب 57 رو قبضه کردند و کوشش کردند که کشور تازه‌ای رو بر پایه یک الگوی دینی بسازند. میگفتند فساد بوده در دوران پهلوی، فقدان آزادی بوده، دموکراسی نبوده و چیزهایی که بر روی میدانیم همه میگفتند. و امروز شما نگاه کنید بر پایه مدلی که یا الگویی که بر پایه دین ساختند چه کشوری به ما تحویل داده شده. استاد دانشگاهی که چند استاد دانشگاه دیگر هم از نوشته ایشان به من، خردگیری ایشان به من پشتیبانی کردن، استادی که گویا فارغ التحصیل مثلا دانشگاه آریامه بوده و چند سالی در دانشگاه غربی درس داده و یک نمونه است از این استادان دانشگاه های ایرانیان، استاد دانشگاه یا بازنشستگان دانشگاهی در خارج، ایمیل درازی برای من فرستاده و سه نفر دیگر هم از جایهای دیگری از داخل ایران و بیرون از ایران شبیه این ایمیل ها برای من فرستادن. اینها آدم هایی هستند که چه بسا خودشان یا هماندیشانشان از شما رو استادان و مهندسان و پزشکان و درس خواندگانی هستند که رفتن در پشتبان خانهشان در یکی دو ماه پیش از انقلاب 57 چهره آیت الله خمینی رو در ما ببینند. مهم نیست که دیدن یا ندیدن، همین که کسی با آموزش مدرن اولین پا رو برای رفتن به پشتبان بگذارد نشان میدهد که هیچ برداشت درستی از آموزش مدرن نداره. کسی که حتی در اندیشه خودش این رو میپذیری که شاید در ماه چهره خمینی پدیدار شده باشه نشان میدهد که تا بن استخوان در واپسماندگی و خرافات گرفتار است. ایشان مینویسند، یکی از اینها، که آقای دکتر شریعتی نماد انقلاب 57 بود. درسته. بعد میگویند ایشان یکی از بزرگترین روشن فکران و دانشمندان سده بیستم ایران است. چرا؟ چون ایشان کتاب زیاد نوشتند، ایشان به توسعه اندیشه‌ای در ایران یاری رساندند. میگویند که آقای شریعتی و کسانی مانند شریعتی
طالقانی، آقای خمینی، اینها در برابر ظلم و استبداد دوران گذشته ایستادند. خب پاسخ من به این هممیهنان گرامی در این است که ایستادگی در برابر یک پدیده بد در خود چیز مثبتی نیست، مگر اینکه این ایستادگی با یک هدف بهتری باشد. اگر یک یاغی دزد گردن زن علیه دولت مرکزی که دولت بسیار خودکامه و فاسدی است قیام بکنه، شورش این یاغی دزد گردنگیر و گردن زن شورش پیشرفته و مثبتی به شمار نمی آید. اگر شما به تبهکاری های اقتصادی یک دولت نقد داشته باشید یا به رفتار نادرست اقتصادی و فساد مالی یک دولت نقد داشته باشید، تقلب در مالیات پدیده مثبتی به شمار نمیاد. این نیست که چون شما به فساد دولتی نقد دارید حق دارید که در مالیات دادن تقلب کنید. این شما رو مترقی نمی کنه. این شما رو دزد یا متقلب خواهد کرد. در دنیای مدرن میزان اندازگیری پیش رو بودن یا پس رو بودن نه در میزان پرخاش به یک پدیده نادرست، بلکه در چشماندازی است که شما برای جامعه در برابر این پدیده نادرست میگشایید. چه بدیلی رو، چه شقی رو، چه چشمانداز دیگری رو در برابر اون قرار میدهید؟ اینکه کسانی بیایند و بگویند که چون فلان کس در راه مبارزه با محمد رضا شاه کشته شد او شخصی ترقی خواه بوده، درست نیست. با چه انگیزه‌ای کشته شد؟ با چه انگیزه‌ای به چالش حکومت پیشین ایران پرداخت؟ کسی که از یک نگاه خودکامانه به یک خودکامگی دیگر نقد بکنه که ترقی خواه به شما نمی آید. با این چشمنداز کسانی می خواستن آذربایجان را از ایران جدا بکنند. ما چند هفته بیشتر نیست که از سالگرد 70 سالگرد ماجرای آذربایجان می گذاریم. نقد به دولت مرکزی داشتند، حکومت مرکزی ایران را حکومتی خودکامه و فاسد می دانستند، شیفته استالین بودند که در سیاه ترین روزهای فرمان روایی در ایران در دوران پهلوی هیچ فرمان روایی به درجه خونریزی و دشمنی با آزادی که استالین داشت نمی رسیدند. نه رضا شاه، نه محمد رضا شاه، نه هیچ کسی دیگری. تصور اینکه کسی بتواند خودش رو ترقی خواه بداند چون به حکومت مرکزی در ایران خورده میگیرد، ولی از مدلی که استالین در اتحاد جماهیر شوروی دولت ساخته بود پشتیبانی کند، خب به راستی میتوان گفت یک فریب بیش نیست. در اون زمان فریب بود، آگاهانه نبود. ولی امروز کسانی که میآیند و میگویند که چشماندازی که آقای شریعتی، فدایان اسلام، رهبران جمهوری اسلامی در برابر جامعه ایران گشوده بودند به دلیل نقدی که به حکومت گذشته ایران داشتند در خود پدیده مثبتی بوده، آگاهی از دنیای مدرن و اندیشه مدرن و دانش‌های نو ندارند. نقد به گذشته هنگامی انسان رو پیشرو می‌کند که شما چشم‌انداز بهتری رو از آن چیزی که به آن نقد می‌کنید در مقابل جامعه بگشایید. اگر بیایید و بگویید که حکومت گذشته ایران حکومتی فاسد بوده، حکومتی خودکامه بوده و ما می‌خواهیم زندگی بهتری رو به شما ارمغان کنیم، ولی به جای اون یک حکومت دینی در کشور ایجاد کنید، اون حکومت گذشته 100 بار بر این حکومت دینی شرف داره. میزان ترقی خواهی و پیشرفت و پیشرو بودن انسانها و چشماندازها نه در میزان مخالفت اونها با حکومتها، بلکه در چشماندازی است که در برابر مردم قرار میدهند، در اون افقی است که مقابل مردم میگشایند. در دوران مشروطه خانها هم برخی با پادشاهان قاجار مخالف بودند، ولی اونها که ترقی خواه نبودند.
کسانی که با پروژه اصلاحات ارضی محمد رضا شاه مخالفت می‌کردند به دلیل اینکه زمین‌های اونها رو می‌خواهند بگیرند ترقی‌خواه نبودند. میزان پیش رو بودن یا پیش رو نگاه کردن به جامعه بر پایه چشم‌اندازی است که شما مقابل جامعه می‌گشایید. ما به پایان برنامه رسیدیم. تنها در اینجا این رو باید در این بخش پایان در پایان برنامه بگویم که این سخن به پایان نرسیده. ما باید به راستی از بنیاد به بازبینی اندیشه‌های خودمون بپردازیم. باید نگاه کنیم چه چیزی برای آینده ایران می‌خواهیم، چه چشم‌اندازی در برابر خودمون داریم و چگونه می‌خواهیم ایران رو از این همون گونه که در دوران مشروطه از اون برهوت واپسماندگی رهانیدند یا کوشیدند که برهانند، امروز هم ایران رو از این چنبره خودکامگی دینی برهانیم و دنیای بهتری بیاندیشیم. باید از بنیاد به این اندیشه های کهن نخ کرد. تا هفته آینده، روز روزگار بر شما خوش باد.